سه تا فائل چه نیروی به اون بدبخت وارد میکنن؟ اف دو یک. آقای محمد خان، آیا از روش 90 میشه استفاده کرد؟ واقعا امیر حسین معلمی موافقم، هیچ جا بندر نشد. استفاده 90 شرط داره پسر جون، به همه رو دارم میگم، حتما چک کن میکروکولون باشه، فاصله هم سانتی متر باشه. خب پس کارو میزنم 90. فائل چنده؟ آفرین، میخوام این دید فاعل مفعول قشنگ باید جا بیفته چون خیلی بازی رو ساده میکنه. ست مفعول چنده؟ دو. وقتی از روش 90 استفاده میکنید دیگه تبدیل وارد نمیکنید، یعنی سه میکروکولون رو مینویسید سه، در به توان منهای 6 رو نمینویسید بابایی، چون در به توان منهای 6 با اون 9 ضرب در در به توان 9 صفرش ساده شده. مفعولم که 2 تقسیم بره فاصله فاعل تا مفعول چنده؟ آر فاصله فاعل تا مفعول. آفرین، میشه 3 به توان 2. خب بچه این اگه من حساب کنم 90، این 3 به توان 2 میشه 9، 90 با این 9 میره اینجا 10 میمونه، 2 3 تا 6 تا با 10 میشه چند نیوتن؟ 60. پس قرمزه شد 60. اینم بچه ها حتما یه سوال امتحان ترمتونه قانون کولون، یه هم اینم که دارم میگم یه سوال امتحان ترمه. دومیش بریم سراغ آبیه. آبیه رو دوباره با 90 حل کنیم. اف 3 1. خب به هم بگو ببینم 90 میشه؟ بله میشه. میکروکولون و سانتی متر. پس کار میذارم 90. فاعل چنده بابا؟ 8. آفرین. فاعلشون آبیه است میشه 8. مفعول چنده؟ 2. مرسی پسر. تقسیم بر آر 2. آر 2 یعنی فاصلهش. فاصله چنده؟ باری کلا پسر گل، فاصله فاعل تا مفعول بچه این مهمه، فاعل و مفعول. اصلا ما با اون قرمزه کاری نداریم، قرمزه فضول اون وسط. بازی اینه که آبیه به زرده چه نیرویی وارد میکنه. این رابطه بین آبیه و زرده است، دعوا بین این دوتاست. قرمزه خودش رو انداخته وسط. شما دقت کنید تو رو قرآن، از اشتباهات رایج شماست یکی از اگه قرار باشه امتحان نهایی 20 نشی، یکی از کاندیداهای مهم برای اشتباه کردن اینه، این آره رو اشتباه میذارید. خیلی احتمال داره اگه تو کولون، تو قانون کولون، تو اون سوال اشتباه کنید، خیلی احتمال داره این باشه، یعنی بیشترین اشتباه رایج بین بچه ها تو محاسبه آره. آر فاصله فاعل تا مفعول که میشه 6 سانت که به توان 2 میرسه. ما 6 سانت به توان 2 رو هیچ وقت به توان 2 نمیرسونیم، همیشه اینجوری مینویسیم 6 ضرب در 6. چرا این کار میکنم محمد؟ چون قراره بعدا ساده بشه. باریکلا باریکلا، تو محاسباتون ساده تره بچه. این 6 رو با این 2 میزنم یه دونه 3 میمونه، این 6 هم به 3 ساده میکنم، با این 90 اینجا میشه 30، اینجا میشه 2، 2ش هم با این 8 میزنم اینجا میشه 4، خلاصه 30 هم با 3 اینجا میشه 10. اف 3 1 خلاصه میشه چند؟ 40. میشه 40 نیوتن. بنابراین کچلای من اف 3 1 اینم شد 40 تا. پس یه اف 2 1 دارم 60 تا، یه اف 3 1 دارم 40 تا، یعنی کلن اونوری میشه چند تا؟ میشه 100. خیلی خب بریم سراغ نارنجی. نارنجی رم دوباره از 90 حساب میکنم. F 4 1 مساویست با کاروی میذارم 90. Q 1 فاعل 36، مفعول 2. آره فاصلش هم بچه ها، فاصلش هم فاصله فاعل تا مفعول مهمه. آفرین. 3 3 3 میشه 9 ضرب در 9. اینا رو با هم ساده میکنم، 90 با 9 میره 10 میمونه، 36 با 9 میره 36 هم با 9 باریکلا 4 میمونه، این 4 دوتا میشه 8 تا، با اون 10 تا میشه 80 تا. موافقی؟ پس F 4 1 شد چند؟ 80. حالا آی دکتر به من بگو ببینم، نیرو به سمت عدید من راست، عدید تو میشه چپ، نیرو به سمت چپ چند نیوتن شد کلا؟ به سمت راست چقدر شد؟ 80. کدوم بیشتره؟ سمت چپ بیشتره. باریکلا سمت چپ بیشتره. چقدر بیشتره؟ 20. پس نیروی اف نت که به کیو یک وارد میشه میشه چند نیوتون؟ 20 نیوتون. به سمت؟ به سمت منفی آی. آره دیگه، به سمت چپ یا منفی آی. باریکلا
خب این روش روش اصلیه. تازه بازم روش اصلی نیست، چون تو محاسبه این افا کلک زدیم و 90 استفاده کردیم. همین سوالو حالا میخوایم بچه‌ها به یه روش آسان‌تر حل کنیم، خیلی آسان‌تر. خونه قلی رو محمد بودی دیدی بلدی؟ بله بوده دیده. خب اونجا دیدی، خیلی خب بریم اینجا نیا کنید بچه ها. یکی بود یکی نبود، کیو یک کیو دو، این همون سوال قبلی است. حالا این دفعه عینکمون عوض میکنم.